درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس. برنامه دیدگاه قرار بود صحبت های آقای ریگن بذارین اول قبل از اینکه من بیام، به هر حال نذاشتید. این در این برنامه مدت یک ساعت در خدمت شما هستم و آقای دوش اوستا منو در این برنامه یاری و همراهی میکنن. دوست عزیز ما آقای سیاوش اوستا در حال روی خط هستن. آقای سیاوش اوستا دیگه قهوهشون هم خوردن و آمادگی پیدا کردن که جواب گفتن. درود بر شما. درود بر شما استاد چرفشاهی. درود دارم با آقای شهرتی، به برادرم مهندس شجری. بله ما اینجا صدایشون رو نمیشنوید. حیف شد آقای دکتر قرقزلو رو میخواستیم بهره ببریم، فیض ببریم از محضرشون. بعد من نمیدونم چی شد، تلفنشون رو جواب نمیدن. به هر حال در این خبرهای برگزیده رو همیشه در اختیار شماست و امروز اتفاقا صحبت یه دوستان بود که میگفتن این آقای سیاوش اوستا و بالا بالایی های فرانسه ارتباط دارن، هر روز با وزرا و اینا نشست و برخواست دارن، بنابراین صاحب بهترین آگاهی ها و اطلاعات هستن. اینی که بگیم آقا ببینیم که هموطنانمون چی دارین شما این هفته در اختیارشون بذاریم. درود دارم بهتون دوباره، امیدوارم حالتون خوب باشه جناب استاد شرفشاهی. اگر از اون خبر چیزی بخوایم حکومتی بخوایم داخل، دو نکته هست که اشاره میکنم. یکی این که بریتانیا که نخست وزیر جدیدش رو معرفی کردن، این خانم که اومده تراس، آقای شرفشاهی گفت من 100 میلیارد دلار میذارم رو میز برای مردم انگلستان به خاطر اینکه انرژی گران شده که اینها ناراحتی انرژی رو نداشته باشن، یعنی اون گرانی رو ما میدیم، دولت میده 100 میلیارد دلار. یه تلفنی با آقای بایدن بکنم برای ما هم بذارن رو میز. ما هم اینجا گرونی بنزین وحشتناکه. بله اونجا سرزمین کاپیتالیستیه، ما فهم میکنه آمریکا همه چیز با پول. آقای شرفشاهی مگر اینکه آدم بیکار باشه، بیپول باشه، بالای 65 سال داشته باشه، دولت امریکا بهتر از من میدونید میرسه بهشون، ولی وگرنه اونجا امریکا هر کی از باید پول بسازه تا چند سود ازش خوبم ازش بگیرم. همین کار رو آقای شرفشاهی فرانسه کرد، یعنی مکرون از همون هنگامی که جنگ شروع شده این درگیری ها قیمت ها رو که سعی کرد نگه داره و چندین میلیارد دلار کمک کرد و داره الان میکنه. امروز که من رفتم بنزین بزنم برای ماشین، آقای شرفشاهی قیمت بنزین از قبل از این که مشکل نفتی و انرژی به وجود بیاد ارزونتر شده، یعنی تا آخر ماه 35 سنت دولت کمک میکنه به پمپای بنزین برای مردم. حالا این نکته ای که من گوش میکردم برنامه تون و شما اشاره کرد، حالا در برابر همینه میخوام بگم، یعنی اینا اینجور پول خرج میکنن برای مردمشون، مردم خودشون. جمهوری اسلامی نظام و طریق خواهد خواهد در روحانی هست اینا رو خواهد بزرگ خودش خامنه‌ای و خمینی و همه آخونده عزاداره میگیرن، مراسم میگیرن، خرجش از جبه ما میدن، اونم میلیارد میلیارد. ببینید آقای شرفشاهی، اینایی که رفتن و دارن میرن کربلا چند ساله، اینا همشون رو با پول اینا میفرستن. امشب من یک سند مهمی رو به شما ارائه میکنم که از درون خود رسانه های جمهوری اسلامی است، یعنی این بچه ها، من اسم این بچه ها رو گذاشتم ارتش و دولت پنهان شاهنشاهی. در این زمینه من مفصل صحبت کردم که ما توی 43 سال تونستیم کارهای بزرگی بکنیم توسط این ارتش و دولت پنهان شاهنشاهی. یعنی یکیش همینه که الان میخواین گوش کنید، یه دقیقه است که روی یه دقیقه صحبت یارو رو گوش میکنیم، خبر میگه، یه دقیقه بعدشو تصویرهایی است که نشون داده میشه از هتل و کاخ بسیار بزرگ که در 220 متر برای همین ها این نشون میده این فیلم که آقای شهرتی
دارن الان نشون میدن، سفرش میدن اونجا، خونه اقامت بهش میدن، تو را میدن 5 میلیون تومان به هر فردی پول نقد میدن. گوش کن همین، گوش کن، خواهش میکنم. بله. تحصیلات قرض الحسنه برای زائران اربعین حسینی بدون نیاز به وثیقه و مراجعه به بانک. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت تحصیلاتی تا سقف 5 میلیون تومان برای حضور زمینی زائران اربعین حسینی پیش بینی شده است. به گفته آقای خاندوزی، این وام 4% با اقساط 1 ساله به همه زائران سرپرست خانواری که یارانه دریافت می کنند تعلق می گیرد. درخواست در سامانه حج و زیارت و عبور زمینی از مرز برای دریافت این وام کافی است. نیاز به حضور به هیچ کدام از شعب بانک‌های کشور وجود نداره جناب حیدری. کافی است که در سامانه سما، همون سامانه ثبت نام حج و زیارت که زوار عزیز مراجعه می‌کنند، اونجا تایید بکنن که میخوان از تسهیلات قرض الحسنه هم استفاده بکنن به صورت خودکار. بعد از اینکه از مرز خارج شدن، حالا با فاصله 2 روز یا 3 روز، با فاصله خیلی کوتاهی، این تسهیلات به حساب سرپرستان خانواده واریز خواهد شد. این صحنه که آقای شرفشاهی میبینید، این همون جایی که من بارها در مورد صحبت کردم، در نجف ساخته شده روی 220,000 متر مربع، یه کاخیه که هیچ جای دنیا شما مثل این ندارید. در نجف ساختن وصل به قبر علی و اسمش هم گذاشتن صحن فاطمه. این 220,000 متر مربعی که اینجا اینها این رو ساختن که میلیاردها دلار از پول ما رو هزینه 10 سال اقتصاد ایران رو اینجا خرج کردن، این همین هتل و خوابگاه و محل پذیرایی این چند صد هزار نفری است که از سر تا سر دنیا اینها در عاشورا و تاسوعا و الان اربعین جمع میکنن. ببینید چقدر بزرگه. اصلا آقای شرفشاهی، غیر قابل تصور، شما در لاس وگاس کازینوهای بزرگی دارید که بزرگترینش آریاس که با پول ایران ساخته شده، حالا اون خرج دیلا شده بگذاریم، یا کازینوهای دیگه های شرفشاهی، 1/50 این صحن فاطمه نیستن که با پولای ما ساخته شده در تأیید فرمایشات شما که گفتید برای یک تازی که جد علی خامنه ای هستن اینا، برای نیاکان خودشون که تو دعوای خانوادگی کشته شدن، اینجور از ما هزینه میگیرن. و من همونطور که شما فرمودید، منم تأکید میکنم، ای مردم سرشور، به گفته پادشاهی ایران، ای اکثریت خاموش، ذلت تا کی بدبختا، بیچارگی تا کی؟ یهودی ها تا به امروز نازی ها رو نبخشیدن و نفراموش کردن، در سر تا سر دنیا این رو میگردن، پیدا میکنن، مجازات میکنن. شما ها 1400 سال هنوز ادامه داره و هنوز خر اونها هستین، چون اکثر اینایی که میرن آقای شرفشاهی بخاطر این پول 5 میلیون تومان نمیرن. بعد از اون طرف اینها اعلام کردن اخیراً که ما هر کی بیاد دزد مفاسد اقتصادی به ما معرفی بکنه، تا 1 میلیارد تومان ما بهش جایزه میدیم. حالا یکی از همینه که اعمال خودشون هم بوده، این وحید اشتری که اومد لوازم بچه قالیباف رو که ترکیه خریده بود افشا کرد به خاطر که بهش جایزه بدم، همین روزی که اعلام کردن ما 1 میلیارد جایزه میدیم، همین بابا رو طفلی 18 ما زندان محکوم شده بود قبلا، تایید کردن حکم زندانشو که بره زندان. یعنی ما رو واقعا 1400 ساله با چه شرایطی دارن دنبال میکنن و الاخر. گوش میکنم جناب شرفشاهی. بله، من بله ببخشید. بله در خدمتتونم آقای شرفشاهی. شما زنگ زدید، این من مجبور شدم قطع کنم، در خدمت هستم. به هر حال آقای شرفشاهی، امروز مجلس خبرگان اینها چیز شد، 2 روز ادامه داره تا فردا تموم میشه که میرن قبر خمینی. حالا شبیه رفتن با رئیسی شام بخورن، خود رئیسی اونجا هم بوده. خیلی جالبه که
این گزارش هایی که به من دادن میگن جنتی دایناسور این خوک کثیف، میگن ارو نوشته چند ثانیه چند دقیقه صحبت کرده، اصلا نتونسته کلماتو درست به کار ببره، به گونه ای که اینها توی مجلس خود آخوندا میخندیدن و مسخره میکردن این مردک رو که به اصطلاح خبرگانشون رو میگردونده. هدف اصلیشون هم از این نشست دکه دهمین اجلاس هست، اونطور که به من گزارش دادن که غیر رسمی است، گفتن که بحث شده روی رهبر آیندهشون و اینها دو نفر رو که از قبل تایید کرده بودن که بین دو نفر قرعه کشی بکنن از اجلاس نهم، دوباره همین دو نفر مطرح کردن و همین دو نفر هستند که در صورتی که اعلام کنند که خامنه ای دیگه رفت، این بین دو نفری که گفتن اینطور که میگن اکثریت رأی رو مشتبه میاره، نفر دوم همین رئیسیش که الان رئیس جمهور هست، آقای سعدی نامی هم صحبت کرد امروز، امیر عبداللهیان هم صحبت کرد، وزیر خارجه شون یه گزارشی داد، ولی صحبتهای علی از کنم خدمتتون سعدی در مجلس خران نظام حاکم بر ایران خبرگان میگن خیلی جالب بود، چون این مردک جوان خودش جوانه، در رابطه با جوانسازی در مدیریت کشور و در رهبری صحبت کرد که همون تایید طرح شدن و آرایی که رأی‌گیری که قطعا خواهند کرد دوباره یعنی فردا چهارشنبه در رابطه با مشتبه خامنه ای، چون بدون شک رئیسی به نفع میره کنار و مشتبه رو که 15 سال شوربختانه داره در سرزمین آریایی حکم میرانه و الان شنیدم باز همین امروز بهایان عزیز رو در قائم شهر زندانیا رو کتک زدن و اذیتشون کردن و چه، و کل ملت ایران همه 43 سال 1400 سال قربانی اینها هستیم و چقدر ظالمانه احمقانه این رو پذیرفته ملت ایران، هیچ ککش هم نمیگذه که میلیاردها دلار رو چجوری خرج عتینا کنن. جناب شرفشاهی عزیزم، بله من واقعا در شگفتم که چطوری مردم اینقدر تحمل دارن، اینقدر میتونن بشینن و نظارت بکنن بر روند این دزدی‌های کلان و این سرمایه هایی که مملکت اینجور داره فرار میکنه. الان میدونین هر کدوم از این فرماندهان سپاه یه دونه پسرش و دخترش و اینا رو در یه جایی در گوشه امریکا و اروپا اینا گذاشتن، بانک ها پر کردن براشون و خیالشون راحت، نگران نیستن، میگن تا هستیم اینجا هستیم، یه پوله رو میدیم اونجا میرن تو حساباشو میریزن و ما هم امنیم. اگه تا یه خطر ایجاد شد اولین هواپیما رو سوار میشن میرن اونجا و ویزاهاشون هم گرفتن تو دستشون دارن و نگرانی و ناراحتی هم ندارن، میرن اونجا. و این مردم ایران این سکوتی که حاکم کردن از ترس و وحشتی که مصنوعی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران براشون ایجاد کردن، اینا متوجه نیستن که اگر عکس بشه ماجرا، یک حرکت خطرناک بکنن، یک هجوم، یعنی سید علی خامنه‌ای آقای اوستا میدونین همیشه نگران حرکت جمعیت ها در خیابان های تهرانه و اون دفعه هم به سپاه گفت آقا بکشین، ابن ببرین، هر چقدر بکشین نذارین حرکت کنن، یه همچین موجی به طرف من بیاد. این که حالا البته خودشو بردن نمیدم، یه گورستانی در یه جایی در کنار میگن دریاچه در کرج اون اطراف، اونجا میگن یه ویلایی براش درست کردن و اونجا زندگی میکنه که از خطرات هجوم مردم در امان باشه و کسی هم زیاد نمیدونه جز همین سپاه پاسداران و مامورینی که اونجا هستن. ولی خب مملکت در فنای کامل، این چجوری آدم میشه تحمل بکنه؟ ملتی گرسنه است، نون نمیتونه بخوره، میلیارد ها بجا میگن اربعین خرج کنیم. خب اربعین واقعا میگن اینقدر که زبط کاری کردن. دیدم اون آقای قائم مقام این دولت عربستان، این فرزند پادشاه اونجا، صریحا در بارها گفته بله، گفت آقا
شما چی میگی؟ من نمیدونم اینا یه سری آدمایی بودن اینجا تو عربستان میشنیدن با هم دعوا میکردن و میگه من باید خلیفه بشم و میگه اونو میکشونه. شما اصلا کجایی ماجرم به شما چه ارتباطی داره؟ خب من نمیدونم این ماجرا رو مردم چجوری میتونن تحمل بکنن بیان بگن آقا اربعینه پور. آقا میدونین ما ملت موقعی که گرسنه است وقتی به یه هوایی بهش پول میدن میگن بیا برو تو خیابون بیا نون بخور بیا غذا بخور بیا همه چی بخور حرکت کن دسته ها رو پول میدن کمک میکنن. خب این در حال مستحیلن این مردم در وجود یک چنین طرح و برنامه های ضد ملی. بله کاملا درست میگید آقای شرف‌شاهی عزیز و اینها برای اینکه سر مردم رو گرم کنن. من یه خبر مهم را امشب به شما بدم، اون مربوط میشه به این اختلاس های میلیارد دلاری که اینها هر از چند یکیشو پرده بر میدارن. آقای شرف‌شاهی این اختلاس ها بخشی از کار پروژه برنامه خود سادات تازی حاکم برمیهنه بار. چون اینها این نکته هم تا حالا هیچ کس نگفته و بهش هم فکر نکرده. اینها نگه در تحریم های اقتصادی هستن و پولای ایران هی فریز میشه گی میگیرن پولاره میگیرن 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 هر کی که میگن تحریم کردیم میلیاردها دلار پول ملت ایرانی که اینا میگیرن، بعد یک قطره چکون میچکونن به این اپوزیسیون های قلابی میدن که اینها هم زر میزنن ولی زر درست نمیزنن. زر درست اونه که سیروس شرف‌شاهی امشب گفت همیشه میگه مینویسه آقا این سادات تازی و روحانیت که یکی ساخته روم یکی ساخته انگلیسه 14 قرن دارن به ما ستم میکنن میکشن قتل عام میکنن نسل کشی میکنن باید اینا رو بیان افشا کنین، ولی چون همه اینها جناب شرف‌شاهی بازی خورده هستن تو همین کادر پولشویی هستن این اختلاس های شرف‌شاهی نوعی تأمین هزینه ادخرج اتینای میلیارد دلاری جمهوری اسلامی است، مثل همین کاخ فاطمه که به شما نشون دادم که ساختن، مثل میلیون ها آقای شرف‌شاهی میلیون ها آدم رو گرفتن الکی گفته شیعه یارو بلد نیست اشهد و ان لا اله الا الله رو تلفظ کنه توی افریقا. من فیلماشو قبلا اینا رو نشون دادم پخشم کردیم. همین امروز که اینا مجلس خران در تهران رو داشتن آقای شرف‌شاهی یه اجلاس دیگه بوده که اینا رفتن به دیدن خامنه ای چندین هزار نفر گدا رو از سر تا سر جهان دعوت کردن، هر سال این کار میکنن که اینها تازه مسلمانای جهان هستن که از حتی فرانسه و آفریقا و کشورهای مختلف افریقا اینها میرن اونجا، هر کدوم هم که میرن اونجا با یه چمدونی پول برمیگردن به مملکت خودشون به هوایی که شیعه زیاد کنن اونجا و مردم من و شما به قول شما قضا نان شب نداره بخوره و هیچ تکونی نمیخوره هیچ تکونی نمیخوره و اون مردم و سلحشوران و گردآفریدهایی که تلاش میکنن میان توی میدون مبارزه میکنن رو پشتیبانی نمیکنن. خیلی کم پیش میاد های شرف شکلتی دختر رو دارن میزنن به خاطر روسریش، وقتی یک دست فروشی که سمام سرمایش 20 کیلو پرتغاله میزننش لتو پارش میکنن هیچ ابلهی نمیاد جلو اون پلیس رو بزنه. حتی مردم ایران شما اگه کشته میشید اینجور کشته میشید بهتره که در دفاع از مردم خودتون از دنیا یاد بگیرید، از دنیا یاد بگیرید که چگونه با بیگانه ها مبارزه کردن اینا رو بیرون کردن. از اروپا یاد بگیرید که وقتی اولین سپاه اسلام وارد اینجا شد اینا رو چجور بیرونشون کردن که بعد اینا اومدن به کشورهای دیگه مثل ما و جاهای دیگه حمله کردن پرداختن. رزماوری در خون ما بوده ولی تو این 14 قرن های شرف شد رازش هم بهتون میگم با. اینقدر سید میدار زیاد کردن اکثر اینا اسمای آریایی هم الان گرفتن کروات هم میزنن فیلسوف و دانشمند و استاد دانشگاه هم خودشون رو معرفی میکنن ولی ته دلش اون عضو حزب
جدش حسینه و علی خامنه‌ای براش امامه و رهبره. همین که شما نشون دادین دختر حداد عادل و خود حداد عادل. یه نکته دیگه بگم جناب شرفشاهی، این حداد عادل که خانواده گند شیره‌ای ابله، اون زنش که میدونید دیگه، خودش افسانه داره. این یه پسری این داره به نام فریدالدین حداد عادل که خواهرش رو مشتبه چیز دیگه، زن مشتبه است خواهرش، زحمت بده بله زحمتش میده. این مشتبه به خاطر خواهر، حالا بگذاریم که پدر مادر، این فرید عطار مردم ایران، روزنامه نگارا، نویسنده ها در داخل ایران دارم میگم، تمام سانسور رادیو و تلویزیون ایران آقای شرفشاهی 15 سال از وقتی که رهبری رو مجتبی خامنه‌ای به دست گرفته، 15 سال هر چه سانسور میشه، کتاب سانسور میشه، کسی از رادیو تلویزیون اخراج میشه، مثل اون فردوسی پور و دیگران، هر کسی دیگه، همه رو فرید الدین حداد عادل میکنه. حداد عادل یک بچه چلقوز شلقم بر کشور آریایی و رسانه‌هاش داره حکومت میکنه، هیچ کس هم نمیدونه، اگرم میدونن به زبون نمیارن. کافیست روی گوگل بزنید منصبها، پستهای حداد عادل، میبینید که 48 شغل داره، همه شغلاش هم کنترل و سانسور آفرینی در رادیو و تلویزیون است. یعنی وزیر پذیراشون هم هیچ خری نیستن، همه این بچه جعلقه بی سوادی که ننش به خاطر این رفته میلیاردها دلار در سال دارن میگیرن، یه مدرسه وا کردی، اونا که قصه همه میدونن. مردم پاشین، مردمی سرزمین، سرزمین بزرگان بوده است، پاشید. بله و واقعا همین مسئله از این مبارزه لذت داره. آقای سیاوش عبستان، میدونین که من 43 سال تو این شهر دارم مبارزه میکنم، با سختی و مرارت یک روزنامه ای رو منتشر میکنم که این مبارزه منو جون میده، من حرکت میده. من یادم میاد اگه بخواستم راحت زندگی کنم، خب من با این آخونده میساختم دیگه. 41 سال من بازنشسته بودم، از ایران اومدم، 41 سال حقوقمو نگرفتم. به خاطر چی؟ به خاطر که مبارزه میکنم. اگر عکسش باشه بخوام با اینا یه دونه کرشمه بکنیم و چند تا ناز بکنیم، خب پولای ما رو میدن و میگن آقا بفرما بالا. ولی به هیچ وجه ده ها بار با من تماس گرفتن و گفتن آقا بل کن بیا فلان، گفتم آقا این حرفا رو من نزن، تا آخوند تو مملکته، منم تا جون دارم پای این دوربین میشینم، پای قلمام تو این روزنامه میچرخونم، مبارزه میکنم و اون حقوقمو نمیگیرم، نمیخوام. من با سختی زندگی میکنم، بذار اونا بخورن، بذار حقوقمو ندن. بالاخره یه روزی مملکت آزاد میشه، منم اگه زنده بودم حقوق بازنشستگیمو میگیرم، ولی الان همینطور مقاومت دارم میکنم. این مبارزه لذت داره، با این حکومت بجنگین ببینید چقدر کیف میکنید. شما اصلا یه ملتی رو راضی میکنین به خاطر این مبارزه، همه رو به حرکت بیارین. اینه که من دلم میخواد که اینا به هر حال مردم متوجه بشن مبارزه با این حکومت که میتونه اینا رو نجات بده از این راه و در بیاره. بله آقای سیاوش عبستا، بنده خیلی ممنونم از شما. در حال آخرین نکات و مطالبی که میتونید ظرف چند دقیقه برای ما بگین تا برنامه‌مون پایان نگرفته، بازم صدای شما رو بشنویم. دیگه نرفتیم سراغ آقای دکتر. من برای که خستگی از تنتون بره، نکته زیبایی گفتید که لذت میبرید از مبارزه. واقعا همونطور که گفتید، ما هممون وقتی تو میدون هستیم مثل اونی که تو میدون کاراته. آخه من بچگی بودم کاراته کار کردم، کار تیراندازی بلدم و این کارا رو کردیم اینا. وقتی که آدم تو میره رو تشک میخواد کشتی بگیره، کاراته بازی کنه، اینقدر براش کیف داره، میخوره زمین، دستش میشکنه، پاش میشکنه، پا میشه، کیف داره. من تو این 43 سال تبعید یزدان گواهه که چقدر افتخارات برای ایران کسب کردم و چقدر زجر کشیدم. همه اونه که زجر کشیدم من برام لذت بخش بوده. الانم خوشحالم که وقتی میبینم اینو، دلم میخواد بعضیا گوش کنن این تیکه رو. آقای شرفشاهی، برنامه من با شما که تموم میشه، تا فردا صبح پا میشم، پیغام ها، تلفن ها، اینا رو میبینم، میبینم مردم از ایران و تاجیکستان و افغانستان گرفته تا اسرائیل،
ونزوئلا، دبی، خلیج پارس، خود امریکاتون مردم چقدر روزنامه شما منتشر کردید؟ من واقعا از برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزارم که با آفرینش این دانشگاه که تنها دانشگاه و تنها رسانه است که شخصیت ها و اندیشمندانی مثل شما میان اینجا میشینن و بدون هیچ برنامه ریزی توسط مدیریت در راه نشر فرهنگ و تاریخ و روشنگری درست ایرانی آریایی فعالیت میکنن. واقعا من از شجره سپاسگزار هستم که این امکان را آفریده. و شما را های شرفشایی، بدانید خودتون که لذت میبرید، دوستان و یارانتون هم که اصلا شاید شما را نشناسیم اونا شما را میشنن لذت میبرن از این که میبینن روزنامه اونطور پشتش گذاشتین در میارین. و منم خیلی خوب میدونم که خیلی راحت میشه خرید آدم ها رو، چون همون لس آنجلس یادم بیاد اینه به برمان پایان بگم چند سال پیشی که از این دوستان به من زنگ زدن گفت آقای فلانی داره به ما هی اونجا فحش میده، رفیق توی بگو، گفتم بابا با من همه رفیقن ولی این مشکلش رفاقت با من و اینا نیست. گفتم چیه مشکلش؟ گفتم یه $100 تو براش بفرستی که تو میشه امام زمان. براش فرستاد شد امام زمان. ولی شما رو من میدونم که با در نهایت مزیقه این تلاش های خودتون دارین بیکنید، نشریه رو منتشر میکنید و تأثیر خودش رو داشته. منم خوشحالم که تأثیرمون رو گذاشتیم. همین ارتش پنهان شاهنشاهی در ایران که داره کار میکنه که من در برنامه فردای خودم اینها رو یکی یکی نشون میدم، سند نشون میدم که آقا در ایران موزه شعبان و فرح رو مردم ایران ساختن، در ایران آقای شرفشاهی 100 جلد با تیترهای مختلف کتاب به نام رضا شاه چاپ کرده، چاپ شده و در تیراژ بالا فروخت شده. اگر میگن رضا شاه روحت شد به خاطر همون کتاب هاست. حالا توش چند تا انتقادات علکی باید بکنید تا کارت را بیفته. یا ده ها فیلمی که ساخته شده، هفته پیش به شما گفتم ما این اسنادش رو فردا من منتظرم یکی یکی که یک قطره است. اینه که مردم ما اونهایی که در میدان هستن ما سپاسگزارشون هستیم، ولی به قول شاهنشاه آریامهر من ما به اون اکثریت خاموش میگیم که بابا بلند شینی سیدار از اون بالا بیارین پایین. همه اینهایی که شما میدین بالا هستن و یه پخیان پولی دارن، قدرتی دارن، برادر، اینا همه سیدن، حزبیان، خانوادگی هم علکی هم به هم فوش میدن. میر حسین موسویشون چون سید بود از جنبش سبز پشتیبانی نکرد، میلیون ها نفر اومدن تو خیابون، همه آواره شدن، اون رفت تو خونش خوابید. کروبی آخونده، از روحانیت دفاع میکنه. شما ملت خودتون باید باشین از خودتون دفاع کنید. بله، بسیار ممنونم از شما. به هر حال وقتتون رو مرتب هفته یه بار در اختیار این برنامه میذاریم با اطلاعات کافی و کامل و من از شما سپاسگزارم. یار ما باشین همیشه و هم دو در کنار هم. این مبارزه همطور که شما میکنیم واقعا لذت داره. در صحنه بیاین ببینید چجوری میشه از این مبارزه نتیجه گرفت. وقتی همه با هم پیوند بکنیم نتیجه میگیریم از این مبارزه. این آخوندها فرار میکنن، اینا آماده فرارن. در درون خودشون الان اختلافات شدید به وجود اومده، نغمه هایی که ما میشنویم علیه همدیگه، اینا همه میتونه اثرگذار بشه. از شما تشکر میکنم آقای سیاوش عبستای عزیز. تا هفته آینده شب و روز خوشی برای شما آرزو دارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا، آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه، با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.